امروز قراره 10 تا انیمه سینمایی رو بهتون معرفی کنم. سعی کردم تو هر ژانری، از سبک خون و خون ریزی تا علم تخیلی و حتی یک دراما عاشقانه، یک انیمه سینمایی معرفی کنم. اما قبل از اون یه دلیل باید بهت بگم که چرا انیمه ببینی. اصولا در انیمه ها با شدت و غلظت بیشتری کاراکتر گریه میکنه، عصبانی میشه و خشمش رو نشون میده که خیلی کمتر تو فیلم های واقعی رو میبینی، که این باعث میشه یک کاتارسیس احساسی در مخاطب به وجود بیاد و مخاطب عمیقا درک کنه که ممکنه یک نفر دیگه هم مثل اون وجود داشته باشه و این چیزها رو تو زندگیش تجربه کرده باشه و از لحاظ احساسی به خاطر همین تخلیه بشه. حالا قراره 10 تا انیمه سینمایی رو بهت معرفی کنم که هم جذابه و هم چون سینماییه وقتت رو نمیگیره. پس با من همراه باشه. شماره 10، بلوتسی The Last Dark، یک فیلم چن ترسناک محصول سال 2012 در ژاپن، به کارگردانی جناب نایوشی شیوتاتی با بودجه 650 هزار دلار. در جهان بلوتسی بشریت به طور مخفیانه توسط نژادی به اسم ال برینز شکار میشه و این فیلم قراره داستان یک دختر رو به اسم سایا دنبال کنه. سایا خودش یک الدره، با این تفاوت که سوگند خورده و از خوردن گوشت انسانها من شده، و سایا در گذشتهش که یک انیمه اختصاصی داشته. این فیلم سینمایی در جستجوی فردی به اسم فومیتوه. فومیتو یک دهکده رو ایجاد میکنه و در اون دهکده سایا رو گول میزنه، از خونش استفاده میکنه تا روش تحقیقات انجام بده. اون به سایا خیانت میکنه و حالا سایا دنبال اینه که از فومیتو انتقام بگیره. استقبال از فیلم متفاوت بوده و بسیار اون رو به خاطر انیمیشن و موسیقیش تحسین میکنن. شماره 9، فیلم اشتنگیت لورد رژین آف دجاوو، یک فیلم علمی تخیلیه در سال 2013 محصول کمپانی فایت واکس. داستان فیلم یک سال بعد از وقایع انیمه میگذره، اما قوانین متفاوت و داستان متفاوتی نسبت به انیمه داره. در انیمه رینتارو اوکابه یک دستگاه میسازه و اون به آینده و گذشته‌های زیادی سفر میکنه. یکی از دلایلی که باعث میشه میلیون ها بار سفر کنه اینه که در یکی از خطوط زمانی مایوشی را دست میده و در یکی دیگه از خطوط زمانی کوریس را. حالا اون به اشتنگیت میرسه، به زمانی که هر دوی این دو کاراکترها زنده هستن، اما میلیون ها جا به جایی، میلیون ها سفر در زمان عواقبی براش به همراه داره. داستان فیلم در 3 آگوست شروع میشه، زمانی که کوریسو برای یک کنفرانس مطبوعاتی به ژاپن میاد و با همه اعضای آزمایشگاه دیدار میکنه. در همون لحظات رینتارو شروع میکنه که عوارض جانبی که از سفرهای زمان داشته رو نشون بده. روز بعد یک بازدید کننده مرموز در هتل کوریسا ظاهر میشه و به اون میگه 3 چیز رو به خاطر بسپار: 1 تلفن همراه، اجاق مایکروویو و سرن. و در همون روز هنگامی که کوریسو در حال صحبت با رینتارو در مورد این که دژاووهایی داره میبینه و انگار قدرتهایی که رینتارو به دست آورده، قدرتهایی که اون میتونست در زمان سفر کنه و همه چیز رو یادش بمونه، به کوریسو منتقل شده. ولی در همین حین که داره این حرفا رو میزنه، ناگهان رینتارو جلوی چشمهاش ناپدید میشه. انیمه 8، سوزومه. سوزومه یک انیمیشن فانتزی عاشقانه است، محصول سال 2022، به نویسندگی ماکوتو شیناکا، کارگردان انیمه یور نیم. این فیلم در مورد یک دانش آموز 17 ساله ژاپنی به اسم سوزومه است که با عمه خودش توی یک شهر آروم در منطقه کیوشو زندگی میکنه. سوزومه در حالی که به مدرسه میره با یه مرد جوان روبرو میشه که در جستجوی منطقه متروکه با دره. اون آدرس اون استراحتگاه متروکه رو به اون مرد میده و با کنجکاوی دنبال مرد میره. اون خودش زودتر از اون مرد در رو پیدا میکنه تو منطقه متروکه و باز میکنه و از دیدن کلی ستاره درون اون در شگفت زده میشه. فیلم انیمیشن جذابی داره و ممکنه بعد از دیدن اون یه سوالاتی در ذهنتون ایجاد بشه که چون من تحلیل فیلم بلد هستم غمتون نباشه. بیاین تو کامنت ها ازم بپرسیم، بهتون جواب میدم. فیلم 7، A Silence Voice،
فیلم شکل صدا یا یک صدایی خاموش یک درام ژاپنی در سال 2016 است که سخت میشه باهاش گریه نکرد. داستان فیلم در مورد یک دختر ناشنوای دبستانی به اسم نیشیمیا است که بعد از انتقال به مدرسه جدید در کلاس با پسری به اسم شویا ایشیدا آشنا میشه. شویا به دلیل اختلال شنوایی نیشیمیا شاگردهای کلاس رو در قلدری کردن نسبت به اون همکاری میکنه. همه نیشیمیا رو اذیت میکنن. با ادامه یافتن زورگویی‌ها نیشیمیا به اجبار دوباره منتقل میشه و بچه‌های کلاس و معلم علیه شویا میشن و شروع با قلدری کردن نسبت به آزار رسوندن به اون میکنن. اونا بهش میگن تو نیشیمیا رو اذیت کردی، باید اذیت بشی. و این دو شخصیت نیشیمیا و شویا همدیگر رو نمیبینن تا بعد از فارغ التحصیل شدنشون از دبستان و مدرسه ابتدایی. و روزی که شویا قصد خودکشی داره سعی میکنه بره پیش نیشیمیا و حلالیت به طلبه به نوعی. وقتی که نیشیمیا رو میبینه داستان زندگیش عوض میشه. این فیلم یک درام روانشناختی رو پوشش میده و به موضوعاتی مانند قلدری کردن، ناتوانی، بخشش، سلامت و خودکشی و دوستی با جنس مخالف میپردازه. فیلم بعدی یک فیلم خیلی معروفه، قلعه متحرک هاول. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام به نویسندگی و کارگردانی میازاکی در سال 2014 منتشر شده و دلیل اصلی ساخت این انیمه مخالفت میازاکی با حمله ایالات متحده آمریکا در سال 2003 به عراق بوده که حاوی مضامین ضد جنگ این انیمه. داستان فیلم در یک پادشاهی خیالی میگذره که در اون جادو و تکنولوژی قرن 20 در پس زمینه جنگ با پادشاهان دیگر رایجه و داستان صوفیه که مرد جوانی رو روایت میکنه که توسط جادوگری که وارد مغازه اون میشه و به اون فحش میده و تبدیل به یک زن مسن میشه. اون با جادوگری به اسم هاول روبرو میشه و در مقاومت برای مبارزه با پادشاه گرفتار میشه. فیلم جذابیه، توصیه میکنم ببینید. فیلم شماره 5، انیمه شهر اشباح. انیمه شهر اشباح یه داستان به نویسندگی و کارگردانی میازاکیه. ایشون یکی از بزرگترین کارگردانهای تاریخه و یکی از مسئولات استودیوی جیبلی است. این انیمه در مورد دختر 10 ساله است به اسم چیهیرو که به همراه پدر و مادر خودش به یه شهر دیگه نقل مکان میکنه. در راه چیهیرو یک مجسمه عجیب میبینه و یک دفعه روی یک عالم دست‌انداز میرن و در آخر به جای اینکه به شهر خودشون برسن به یک دیوار تونل مانند میرسن. پدر و مادر چیهیرو وارد تونل میشن و در انتهای تونل به یک شهر میرسن و در اون شهر به یک رستوران میرن. بعد از این اتفاقات چیهیرو چند لحظه پدر و مادر جدا میشه، برمیگرده به رستوران و میبینه پدر و مادرش تبدیل به یک خوک شدن. انیمه شهر اشباح جایزه اسکار و خرس طلایی برلین رو برده و حدوداً 19 سال پرفروشترین انیمه تاریخ ژاپن بوده با 395 میلیون دلار. اما در حال حاضر اولین نیست که اولینشو در این لیست خواهم گفت. فیلم شماره 4، بل 2021. فیلم بل محصول سال 2021 به کارگردانی مامورو حسادو هستش، محصول استودیوی چیزو. این فیلم در جشنواره کن به مدت 14 دقیقه توسط منتقدان تشویق شده. سوزونایتو 17 ساله با اشتیاق از دست رفته برای خوندن و نوشتن آهنگ زندگی میکنه. هنگامی که سوزو نوجوان در کودکی شاهد بود که مادرش به قیمت جون خودش کودکی رو از سیل رودخانه نجات داد، بارها به خودش این رو گفت که چرا غریبه ها از خودی ها مهمتر بودن برای مادر من. سوزو با بسیاری از همکلاسی خودش بیگانه است، به استثنای دوتا از دوستاش. یکی از دوستاش دوست دوران کودکیشه به اسم شیبو ایساتاکه و دیگری دوست نابغش هیرو. سوزو با اصرار هیرو وارد دنیای مجازی محبوب یو میشه و به عنوان یک آواتار زیبا با ککومک منصوب میشه که نامش رو بل میذارن. فیلم انیمیشن جذاب و دلنوازی داره، به شدت توجه مخاطب رو جلب میکنه. انیمه بعدی The Boy and the Beast، پسر و دیو، یک انیمه در ژانر اکشن فانتزیه به کارگردانی مامورو هوسادا، محصول سال 2015 کشور ژاپنه. رن 9 ساله به تازگی مادرش رو از دست داده و بدون هیچ خبری از پدرش و امتناع از زندگی با قیم قانونی خودش به خیابونهای
شیوبا حمله میکنه و در پادشاهی جانداران استاد بزرگ تصمیم میگیره که بازنشست بشه تا به عنوان یه خدا تناسخ پیدا کنه و دو جانشین بلقوه خودش رو نام میبنه، ایوزن محبوب و کوماتسو قدرتمند. استاد بزرگ به کوماتسو پیشنهاد میده که شاگردی پیدا بکنه تا بتونه جانشون اون بشه. کوماتسو در حالی که همراه تاتارا در خیابانها سرگردان هست با رن ملاقات میکنه و به پسر پیشنهاد میده که شاگردش بشه. فیلم جذابیه. یکی دیگه از فیلم ها فیلم یور نیم. یور نیم به کارگردانیه ماکوتو شیناکای در سال 2016 منتشر شد و داستان فیلم در مورد دو شخصیته، میتسوها و تاکی. میتسوها یک دانش آموز دبیرستانیه و در حومه یک روستا زندگی میکنه و میتسوها از زندگی در ژاپن خسته شده و آرزو داره تو زندگی بعدی خودش تبدیل به یک پسر خوش‌سیما بشه. تاکی یک پسر نوجوان اهل توکیوه و اون هم آرزوهای خاص خودش رو داره. زمانی که ستاره دنباله‌دار به زمین نزدیک میشه، آرزوها و زندگی این دو شخصیت دستخوش تغییر میشه و متوجه میشن که بدنهاشون با هم عوض شده. در عرض چند روز اول متوجه میشن گاه و بیگاه بدنهاشون کامل با هم عوض شده، تا اینکه بعد از یه مدت کامل ارتباط خودشون رو از دست میدن. این فیلم سومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ژاپن است و 360 میلیون دلار فروخته و در انتها پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ژاپن با 500 میلیون دلار فروش و فیلمی که از نظر من فیلم جذابی میتونه باشه، دیمن اسلایر قطار موگان. سخت میشه با این انیمه گریه نکرد، با این انیمه سینمایی. داستان در مورد تانجیرو، زنیستو و اینوسکه که به همراه یک هاشیرا به اسم رنگوکو وارد یک قطار میشن، قطاری که تعداد زیادی آدم در اون به قطار رسیدن و اون قطار یکی از ماه پایینی ها رو داره، یکی از زیر دست های موزان که انتظارشون رو میکشه و انگار قراره یک مبارزه جذاب داشته باشیم. فیلم واقعا خوش ساخته. در ابتدا وقتی فیلم رو میبینید گرافیکش اذیتتون میکنه، ارتباط زیادی برقرار باش نمیکنید، اما شخصیت ها به خصوص اینوسکه و زنیستو باعث میشن که کمدی زیادی در این انیمه موج بزنه و البته کاراکتر تنجیرو کاراکتر خیلی دوست داشتنیه و همینطور خواهرش نزوکو. به نظر من یکی از بهترین انیمایی هست که در تاریخ سینمای ژاپن ساخته شده و احساسات و درام زیادی رو همراه خودش داره. در انتها امیدوارم از این معرفی انیما خوشت اومده باشه. راستی لایک و سابم یادت نره. خدا نگهدار.